خیلی پروداکتیو بودم این مدت، ولی بهتون نشون میدم چون شما بچه های یوتیوبین. فکر میکنم دیشب خیلی دندونام رو هم فشار دادم، خوابیدم. مثلا بگم این هفته خیلی به هم سخت گذشت. سلام، امروز 11 مهره و اون سفارش های نوت‌پد هایی که نشونتون دادم اونا رو همه رو آوردم بالا. حالا میخوام امروز بچینمشون تو قفسه ها، چون قفسه هام خالیه. بقیهشون هم اگر جا نشد بذارم تو انبار. 3 تا سفارش هم برای فروشگاه دارم، بعد اونا رو ببندم. سفارش های سایت هم هست، اونا رو هم باید ببندیم. خلاصه که خیلی کار داریم امروز. ستاپ جدید بنده خوش اومدین. بالاخره بعد از سالهای سال من پگبورد گرفتم و کلی دارم باهاش کیف میکنم، خیلی دوستش دارم. من یه سری از این کالیت رنگ پنتون رو دارم که موقع کارهایی که میخوام طراحی بکنم، برای اینکه مثلا بدونم که توی چاپ چه رنگی میشه، میتونم اون رنگ رو از توی کالیته کدش رو انتخاب بکنم، توی طراحیم به کار ببرم که همون رنگ بشه. خیلی به درد میخوره. یکیش برای کاغذایی که ساده است و تحریره مثل این، اون یکی برای کاغذای گلاس است، چون رنگا فرق میکنه وقتی بشینه روش. خیلی ازشون تا حالا استفاده نکردم، چون رنگایی که من استفاده میکنم معمولا پالت رنگیم ثابته و دیگه عادت کردم بهشون، مگه اینکه بخوام یه سری کارهای جدید بکنم و رنگای جدید استفاده بکنم که میتونم از این
استفاده بکنم و ببینم از این تو. اون قیچی و پنس و ابزارهای دیگر هم آویزون کردم چون همشون ستن، خیلی باحال شد. ساعترم گذاشتم، خیلی بلا تکلیف بود به خاطر اینکه روی میز که باشه اصلا دیده نمیشه اونجوری، ولی الان کاملا دیگه دیده میشه و باحاله. یه ذره باید تنظیمش بکنم، ولی تو این مدت هم خیلی کارهای زیادی کردم. یکیش این بود که سفارش های فروشگاه های حضوری زیاد شده بود خیلی، اونا رو بستم. دوباره 16 تا کارتون دیگه امروز ارسال کردم برای شهرهای شیراز و عراق و دزفول و تبریز و فومن و مشهد و تهران و تا جایی که یادم میاد به این شهرها ارسال کردیم. فروش اصلی و فروش همه محصولات خودمون از طریق سایتمونه که همون مغازک.com میتونین اونجا خریداری بکنین. خیلی پروداکتیو بودم این مدت، کلی سفارش بسته‌بندی کردیم. یه دونه استیکر لپتاپ برای دیزاینرها طراحی کردم که خودم خیلی دوستش دارم، ولی هنوز کامل نیست، ولی بهتون نشون میدم چون شما بچه‌های یوتیوبین. این دایناسور است. چند روز پیش بازار بودم، داشتیم یه سری خرید میکردیم، یکی از شما منو دید، گفتش که شما مغازک اینو اینا. گفتم بله. گفت من برای بچه‌م میخواستم پسره ازتون چیزی بخرم، ولی دلش دایناسور میخواست، شما دایناسور نداشتین، دایناسور بزنین. دیگه خیلی وقت بود همه به من میگفتن دایناسور بزن، ولی دیگه این دیگه آخرین نفری بود که بهم گفت. گفتم باشه دیگه، فرداش زدم دایناسور. امروز تازه شنبه است، بریم ببینیم در طی هفته چه کارهای دیگه ای میکنیم. سلام، چطورین؟ امروز 15 مهر، یک شنبه. من رفته بودم ناخونامو تر و تمیز کردم. چرا؟ به خاطر اینکه امروز یه دونه از اون ویدیوهایی میخوام بگیرم که استیکرهایی که جدید طراحی کردم و میخوام رنگشون کنم و نهاییشون بکنم. میخوام اینو یه ویدیوی جداگونه برای یوتیوب بگیرم که به صورت ASMR هستش، که امیدوارم خوب بشه، هم صدا هم تصویرش و اینها، و کلن یه چیز باحالی از آب در بیاد. ببینیم چه جوری میشه. اینم از استیکر جدید طراحی کردم و تموم شد. حالا باید بدم چاپ بشه. البته یه دونه استیکر دیگه هم دارم که اونم باید رنگش کنم و آمادش کنم، بعد همه رو با هم چاپ کنم. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز چهارشنبه است. به شدت گلوی من درد میکنه و فکم و اینجا هم فکر میکنم دیشب خیلی دندونامو رو هم فشار دادم، خوابیدم. دیروز خیلی درگیر کار بودیم که تا دیر وقتم موندیم، خیلی وقت نشد من بخوام ویدیو بگیرم. کاری که داریم میکنیم، من به خاطر اینکه با شرکت‌های لوجستیک که شرکتیه که میاد سفارشات شما رو جمع‌آوری میکنه و میبره یا پست میکنه یا اگر پیک باشن پیک میکنه، من با این همچین شرکتی کار میکردم یک سال که خیلی به مشکل میخوردم و مشکلاتی بود که پیگیری نمیشد. مثلا اگر من میخواستم یه چیزی رو پیگیری بکنم، یک هفته زمان میبرد تا اینا به من جواب بدن و خب مشتری من اونور منتظره. به جای اینکه اونا واسطه بین من و مشتری بشن، من شده بودم واسطه بین مشتری و اونا. و پیامکی که مثلا میفرستاد برای مشتری ها یه شماره تماسی بود که اصلا شماره کال سنترشون نبود، اصلا هیچ که جوابگو نبود، هیچی. یعنی مشتری با مستقیم با ما در ارتباط می بود و ما باید اطلاع می دادیم بهشون و خیلی من باید جوابگو می بودم برای مشتری ها. اونام دستشون به هیچ جای بند نبود، منم دستم به هیچ جای بند نبود، چون من بسته ها رو تحویل اونا داده بودم و من و مشتری باعث می شد روبروی هم باشی. خلاصه که ما تصمیم گرفتیم عوض کنیم شرکت رو
الان با یه شرکت دیگه میخوایم شروع به کار بکنیم که به نظر میاد که شرکت بهتریه. به خاطر همین امروز من یه سری ارسال دارم که میخوام با این شرکت جدید ارسال بکنم. میذاره پنل و نمیدونم روند این که چجوری باید بهشون بگیم بیان پیکاپ بکنن و بسته ها رو ببرن یه ذره متفاوته. به خاطر همین باید یاد میگرفتیم که چجوریه و الان باید من به اونا برسم که ببینیم چجوری میشه دیگه. یکی از مشکلات اساسی که این شرکت‌های لوجستیک دارن سایت‌هاشونه و پنل‌هایی که به ما میدن که بخوایم سفارش‌ها رو اونجا ثبت کنیم و هر کدومشون یه تنظیماتی دارن برای پرینت گرفتن لیبل. من از ساعت 10 صبح که اومدم تا الان دارم تلاش می‌کنم که بتونم این لیبل‌ها رو به درستی پرینت بگیرم و یه عالمه از اینا هدر رفت به خاطر اینکه مارجینشون و اینا درست در نمیاد. لیبل ها میره تو هم دیگه، آدرس ها، هر کاری میکنم مارجینش و اینا رو تنظیم میکنم درست نمیشه. امیدوارم که تا ساعت 3 که میخوام بیان جمع بکنم من لیبل همه رو زده باشم. ببینم چجوری میشه باز حالا من تست بگیرم. حالا شده انقدر هرس بخورید که رنگتون بپره و بخواین گریه کنین؟ من دقیقا این چند ساعته این حال بودم. من پرینتر رو دستگاه لیبل زنم رو بردم الان یه جایی که به هم تنظیماتش رو یاد بدن، چون فکر میکردم من بلد نیستم که انجام بدم. و به این نتیجه رسیدیم که لپتاپی که دارم باهاش این لیبل رو پرینت میکنم انقدر قدیمیه که تنظیماتش درست در نمیاد و بعد یه لپتاپ بخرم. خیلی هرس خوردم، خیلی هرس خوردم. بعد حالا من اینا رو هنوز لیبلاش رو پرینت نگرفته بودم، مثلا 25 تا بسته بود که هنوز آماده نبود لیبلاش که بخوام بچسبونم. رأس ساعتی که مثلا باد زمانی 3 تا 6 به من دادن که میان بسته ها رو میبرن، رأس 3 یعنی انگار اولین نفری که اومدن برای جمع‌آوری اینجا بود. اومد دم در، گفتم من لیبلام آماده نیست. یه نشستم روی کاغذ اینا رو پرینت گرفتم، دونه دونه قیچی کردم، با چسب پهن چسبوندم رو بسته ها. یعنی تمام این کارا رو کردم که 10 صبح تا 3 بعد از ظهر من داشتم این لیبل ها رو چیز میکردم، تنظیماتش رو انجام میدادم که به این روز نیفتم. چون خیلی دوست ندارم که روی کاغذ پرینت بگیرم، چون لیبل باشه، تمیز باشه، خوشگل باشه. و آخرم همون شد. سلام، چطورین؟ امروز چهارشنبه است، آخرین روزیه که دارم ولاگ میگیرم. خواستم بگم این هفته خیلی بهم سخت گذشت. یعنی یه مقدارش رو براتون کوچولو کوچولو تعریف کردم، ولی احساس میکنم که خیلی برن اوت شدم و فشار کاری خیلی سریع به همم داره میریزه و خیلی احتیاج به یک مسافرت دارم که برای چند روزم که شده خیلی ذهنم درگیر کار کردن نباشه. البته یه سری الانم تغییرات دارم میدم و اینا، اون تغییرات انجام بشه خب اوکی میشه، خیلی مشکلات بغرنجی نیست، ولی خیلی دارم ریاکشن نشون میدم بهشون. یعنی تمام پروسه کاری سخت، پشتیبانی و کاستومر سرویس از همه شون سخت بره. شما یه تولید محتوایی میکنی
یکی خوشش میاد که بعدش میاد دیگه، یعنی ولی تو بهشون مدیون نیستی، بدهکار نیستی، یا مثلا مسئولیتی در قبال اینکه کی خوشش بیاد کی خوشش نیاد نداری. ولی وقتی که فروشگاهی داری و براشون یه سری جنس میفرستی که یا اشتباه شده یا خراب شده یا نمیدونم دیر رسیده، گم شده، نرسیده، اینا مسئولیت داری بابتش و وظیفته که اون مشکل رو براشون حل کنی. توی هفته پیش اون موقعی که بارون اومده بود و اینا، دو تا بسته به دست مشتری رسیده بود که بسته پاکت خالی بود و فقط فاکتور داخلش بود. حالا شما فکر کن مشتری وقتی این به دستش رسیده، خب توقع داره یکی این وسط پیگیری کنه. منم واقعا دستم نیست، یعنی من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من میدونم فرستادم، من میدونم تمام پروسه‌شو انجام دادم و اون کسایی که واسطه بین من و مشتریان کارشون رو این وسط درست انجام ندادن و اون پستچی وقتی داره میبینه بسته بازه، داره به مشتری تحویل میده بدون اینکه راهنماییش کنه، بهش در مورد گفته بود که به خاطر بارون اینجوری شده. اوکی خب الان من چیکار کنم که بسته خالیه؟ خلاصه پیگیری کردم از بچه‌ای که کارهای پست رو انجام میدن برامون، اون شرکتی که باشون الان دیگه کار نمیکنم، گفتن که آره با بسته خالی برن اداره پست بگن این بسته اینجوری به دست من رسید که غرامت بگیرن. حالا مگه پست غرامت میده؟ میدونی چی میگه؟ خب این تجربه های بد، درسته که مسئولیت اصلی شاید با من نبوده، ولی برای فروشگاه من و مشتری من این اتفاق افتاده. این که کاری از دستت بر نمیاد، اینه که بیشتر اذیت میکنه. تو وظیفتو سعی میکنی خوب انجام بدی، ولی یه سری آدمای دیگه هم هستن این وسط، کارشون رو درست انجام نمیدن. فروشگاه داشتن و کلن کسب و کار خودتو داشتن یه سری سختی‌های زیرپوستی داره. شاید هیچ وقت هیچ کس فرصتش هم حتی نداشته باشه بخواد مطرح بکنه، ولی چون من ولاگ میگیرم براتون و ویدیو دارم درست میکنم، این اتفاقا میفته، دوست دارم باهاتون شیر کنم. حالا امیدوارم که به درتون بخوره و شاید باعث شه مثلا یه ذره فروشگاه‌های کوچیک‌تر که کارمندهای کمتری دارن، نیروهای کمتری دارن، خودشون دارن کارشون رو پیش میبرن، کسب و کارشون کوچیکه، خیلی سازمانی و بزرگ نیست، اینا رو شاید بتونید بهتر درک کنید. مرسی که گوش دادین به حرفم. بچه ها ساعت 18:53 و من هنوز نرفتم خونه، داشتم این لیبل ها رو درست میکردم که بالاخره درست شد. خیلی خوشحالم از این بابت. ولاگم همینجا تموم میکنم. ممنون میشم ازتون اگه تا اینجای ویدیو دیدین، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. اگر شما انجام بدین و ویدیویی لایک بخوره، اون رو بیشتر به آدم های دیگه نشون میده و باعث میشه که ویو ویدیوها بیشتر بشه. پس ممنون میشم با لایکاتون حمایت بکنین ویدیوها رو. ولاگ بعدی میبینمتون. خدافظ.